و یه سلامی ویژه حضور بینندگان عزیز شبکه ورزش. استوکس اولین توپ داخل محوطه جریمه میفرسته و توپ در اختیار گوردان قرار میگیره. ماکومبا به سمت او حرکت کرد، یه بار دیگه موقعیت برای صنعت نفتی که کار رو خطرناک آغاز کرده. دوباره ماکومبا میره گوشه محوطه جریمه، هاج صفی رو به عقب پشت محوطه، ارسال توپ، فرصت برای تور و دستان گوردان. ملات داره در این لحظات یه موقعیت برای استوکس، فرصت برای تراکتور سازی و توپی که ناباورانه به بیرون زده میشه. آنتونی استوکس قدر بهترین موقعیت این دیدار رو در دقیقه 14 نمیدونه. همچنان این موقعیت هست برای تراکتور، توپ ارسال میشه به بعد از سیر دو، موقعیت عالی و توپی که بازم ناباورانه گل نشد. یه بازیکن رو به خوبی جا گذاشت احسان حاج صفی، پاس عالی او برای استوکس، استوکس به توپ میشه میرسه پشت محوطه جریمه، از استوکس برو میزنه و گوردان دروازه رو نجات میده. رضا عادل و آخرین تذکرات او، دانیال اسماعیلی فر از این جمع جدا میشه، احسان حاج صفی زنه برو مستقیم میزنه و خوبم میزنه. شهاب گوردان با جایگیری مناسب خودش تو در آغوش میکشه، یه سلبانی حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، از سربی راه دور او و دستان محسن فروزان پیدا میکنه میانه یه میدان، پاس بلند از شجاعی، اشکان دژاگه، پاس خوب، استوکس داخل محوطه جریمه است، زاویه تنگ شد برای او، پاس عرضی تو دروازه، گل برای تراکتور با پاس استوکس و ضربه‌ای که ساسان انصاری میزنه دروازه باز میشه و تراکتور گل اول این دیدار رو به ثمر میرسونه. ایستاده کارو دنبال کردند خوشحال بشند. پاس بی‌نقص و نگاه تیزبینانه استوکس به نقطه‌ای که مدافعی از صنعت نفت برای مهار ساسان انصاری حضور نداشت و تو در اختیار دارند. این پاس به پشت محوطه، سندبانی وارد محوطه جریمه میشه، ضربه میزنه، تو پاس کنار دروازه فروزان عبور میکنه و به بیرون میره. ضربه سر اول رو مجدبی زد ساسان انصاری، فضای خالی سمت راست رو برای این پاس انتخاب میکنه، دژاگه توپو میکاره سابی راه دور و عکس العمل دیدنی گوردان. انصاری راه میندازه، احسان حاج صفی رو از بازیکن عالی عبور میکنه، احسان حاج صفی به توپ میرسه، توپو ارسال میکنه، یه بار دیگه موقعیت و داور که بازی رو متوقف کرد. قرار میگیره یه توپگیری، آفساید هم نیست، استوکس به سمت محوطه حرکت میکنه، استوکس ضربه رو میزنه، بازم گوردان توپو عالی در اختیار گرفت. اسماعیلی فر ایستادگی میکنه، این زد حمله نصیب تراکتور سازی شده با هنرنمایی دژاگه، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ضربه رو خودش میزنه، توپ موماس با تیر به نظر به بیرون رفت، اگر هم موماس نبود خیلی با فاصله کم به بیرون رفت. نداره استوکس پشت محوطه جریمه، حرکت در عرض او همچنان حرکت میکنه، پاس عالی داخل محوطه جریمه، موقعیت برای ارسال توپ که با واکنش گوردان توپ راهی کرنر میشه. خواهد موند موقعیت برای صنعت نفت داخل محوطه جریمه تراکتور، ضربه هم زده میشه، توپ از بالای دروازه عبور میکنه، به سمت قهرمانی داره فاصله داره. اشکان دژاگه خوب حرکت میکنه، یه پاس عالی، موقعیت برای گل دوم و بازم شهاب گوردان که با همکاری مدافع دیگه بازی خوب امروزش رو تکمیل میکنه. میشه موسوی، خب سوت پایان این دیدار به صدا در میاد، تراکتور سازی با سه امتیازی که کسب میکنه در برابر صنعت نفت در رده دوم دوباره در دو امتیازی صدر جدول باقی میمونه.